ساز گیتار جزو خانواده سازهای زهی یا سیمیه که با انگشت یا پیک نواخته میشه برای کشور اسپانیا است. در ادامه با اجزای این ساز خوش صدا آشنا میشیم. از بالاترین قسمت سازمون شروع میکنیم که بهش میگن تاج یا سردسته. به این قسمت ها میگن کلیدهای کوک یا گوشی. گوشی سیم 1، سیم 2، سیم 3، سیم 4، سیم 5 و سیم 6. به این قسمت میگن دسته و جایی که دسته رو به بدن متصل میکنه میگن پاشنه. روی دسته ما یک تخته نازک دیگه هم قرار میگیره که بهش میگن فینگر بورد یا صفحه انگوش گذاری و معمولا از جنس روزبود هست. به این قسمت میگن نات یا تیغه بالا که از جنس استخون یا پلاستیک و کارش نگه داشتن سیم ها در محل مناسب خودشونه. به این میلای فلزی روی فینگر بورد میگن میله فرد. چیزی که برای ما خیلی مهمه فاصله ما بین این میله هاست که بهشون میگن فرد. شماره گذاری فرد ها به این صورته: فرد 1، 2، 3 تا فرد 12. روی دسته گیتار 12 تا فرد داریم و تا انتها 19 تا. برای اینکه نوازنده ها فرد ها رو راحت تر پیدا کنن روی دسته توی باره های 5، 7 9 و 12 نقطه میذارن که بهشون میگن اینلایس یا نشانه ها. رسیدیم به قسمت بدنه یا بادی گیتار. به این قسمت میگن صفحه پشتی، کناره و صفحه صدا. صفحه صدا همیشه یک جنس متفاوت نسبت به بدنه گیتاره. این قسمت میشه پهلو، این قسمت میشه حفره صدا و این آرم زیبای دور حفره که صرفا هم جنبه زیبایی داره بهش میگن روزت. سیم های گیتار رو بر اساس ضخامتشون شماره گذاری کردن. نازکترین سیم ما میشه سیم 1، ضخیمترین سیم 6. سه سیم پایینی که از جنس نایلون رو میگن سیم های تریبل. سه سیم بالا که از جنس ابریشمه که دور تا دورش فنر پیچیده شده رو میگن سیم های بیس. به این قسمت میگن پول یا بریج که سیم ها رو برامون نگه میداره و به این قسمت سفید میگن تیغه پول یا سدل که کارش تنظیم ارتفاع سیم ها تا دسته یا اکشن سازمونه. امیدوارم که نهایت لذت رو از این ویدیو آموزشی برده باشین و ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیو آموزشی دیگه، بدرود.